جناب اعتماد الدوله، لطف شما رو دولت انگلستان فراموش نمیکنه. پاسخ میده. لندن دوستانش رو تنها نمیذاره. خان بزرگ همیشه برام احترام قائل بود. اما این یکی، فتلی شاه، برادرزاده خان، هیچ وقت نخواست خدمات شایان منو پاسخ بده. شدم چوپون بی‌مزد. امور ایران با انگشت تدبیر من گردش میکنه. اما شاه چی؟ فقط پی حرم خانه است. 750 زن در تاریخ سلطنت کره زمین بی‌بدیله. در نوع خودش بی نظیره. قبط برانگیزه. نه آقا، فقط اسباب شرمندگیست. خیلی خستم سرجان ملکو، خیلی. خسته شدم جون شما. شما تلاش خودتونو به ثمر برسونین. پادشاهی این حق شماست. گاهی تشر و قهر به کهتر سبب ساز دو چیز میشه: عبرت سایرین و زهر چشم از کهتر کتک خورده. بده من ترکر رو. حضرت اشرف، مردم، غلط کردم. مردم، غلط کردم. حضرت اشرف، غلط کردم. بس مردم، بس غلط کردم. غلط کردم، ببخشید. غلط کردم، ببخشید. حضرت اشرف، حضرت کلانتر، جناب صدر اعظم، مشتلو، ببخشید. بس حضرت اشرف، ببخشید. غلط کردم. چته سکه به نامم زدن؟ باغ ملک و بالاخره از چنگ ارباب کیقوباد در آوردن. یعنی شد مال من؟ شیش دونگ یه جا حضرت اشرف. بیا کاکو، بیا میخوام بهت مشتلق بدم. دوتا چوب دیگه مونده تا با این بینوا بی حساب بشم. این افتخار رو بهت بدم تو به جای صدر اعظم بزنیش. بیا 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 بگی بزنش. بزن آقا ملک.
حاج ابراهیم خان کلانتر. عفو بفرمایید حضرت خواهان، خوف کردم از سلامت این صدا. عذر میخوام، اعلی حضرت فرمودند خدمت برسم، با سر دویدم. آن سبو بشکست، آن پیمانه ریخت. جانم؟ جناب میرزا شفیع مازندرانی، مشتاق زیارت. خواجه یعقوب، صبح آمدن در منزل. پیک چاپار به حکم شاهی احضار فرمودند بنده. دلواپسم که به عزت اومدم یا به ذلت. توی این ملک عزت و ذلت زیاد توفیری با هم نداره، مهم اینه که چجوری بچاپی، چجوری ببری و چجوری بخوری و با کی بخوری. اگه تنها بخوری، غزل غضب و میر غضب براتون میخونه، ولی اگه با شازده ها و رجاله ها بخوری، چه سری تو سرا پیدا میکنی. اوه، حالتون نجه. این روزا فقط گدا گشنه ها به حالا فلوف میرسن. ما که نا نداریم، از زور پیسی باد گلو بزنیم، چه برسه به... پس به حالا فلوف میرسی اونقدر که از ذوقتون بجه بجه کنی. یعنی چی؟ یعنی به پر به پر کنید. تشریف داشته باشید تا صداتون کنم. عالی جناب. اون اقتداری که مساعدت کرد سلسله جلیله قاجار به مبارکی تأسیس بشه، میتونه ساقط کنه قدرتو از این خاندان که وارث تاجدارش منم. لطفعلی خان بیچاره، آخرین بازمانده زندیه، سرنوشت خوبی نداشت که به همت شما رقم خورد. خیلی بده که آخر دست فتلی بشه. در سوخته دوری خدمت. حالا هلاکت. جواب خدمت هلاکت نیست. تو هم منو فروختی، هم زندیگه رو. مردان خفیه من راپورت تو مو به مو به من گزارش دادن. تو قاجار رو تو سفارت منحوس بریتانیا فروختی به یه پول سیاه. بگید مزاح شاهانه است، نه غضب ملوکانه. بگید. نه مزاح، نه غضب، تقدیره.
به خاطر راپورداد به کشور بیگانه تنبیه میکنم، ولی به خاطر کارهای خوبی که کردی برات عزای عمومی اعلام میشه و در هفتمین روز درگذشتت تو رو مردی آزاده خطاب میکنم. علم کنید علا حضرت تمنا میکنم، علا حضرت تقاضا میکنم، خبت و خطا کردم، عفو همایونی کجا رفته؟ علا حضرت تمنا میکنم، از خواهش میکنم، علا حضرت جامعه بدل کن، تو وزیری. مقام صدارت عظما از ابراهیم خان کلانتر اعتماد و دوله گرفته شد، به تو داده شد. همون آلاف اولوف. دنبالم بیا. یعقوب، در رسای وزیر مقتول عزای عمومی اعلام کنیم. حکم صدارت وزارت و جانشینی این حاجی آب پس شده. شما از همکنون صدر اعظم کل ممالک محروسه ایرانید. این دیگ رو سرمایه آینده کنید جناب میرزا شفیع. در دستگاه قاجار صدارت عظما از شاهی دشوارتره.
به به میرزا یوسای وزیر، خیلی خیلی خوش آمدی. قدم رنجه فرمودی. دست علی نگهداره. میفرمودین حاجی بابا براتون فرش زرین پهن میکرد. آخه ناسلامتی عباس میرزا دامادشه. وزیر عباس میرزا هم کم از عباس میرزا نیست. وزیر بیغرق جونش کف دستشه. یه تیر غیبی ممکنه کار بده دستشا. وزیری که جانبش مردم باشن، این حصار صفا و عزتشون صد تا جانپناه و حریفه. آقا میرفتا، تو نمیخوای بالاخره دهنتو آب بکشی؟ من که کوفتی نخوردم حضرت وزیر. کوفتی رو میشه با 70 ضربه ترکه انار و یه آب توبه فیصله داد، ولی واسه این افکار پریشون تو، روح حیرون و بغض کهنه گلو، 70,000 ضربه ترکه انار افاقه نمی کنه. خون دیگه مباح شده. شما ببخشید میرزای وزیر، تندی زبونش مال کندی عقلشه. کندی عقل تا تندی زبون یه منزل فاصله است. منزل بعدی سنگر توپ و تفنگه. یا باید بزنی یا باید بخوری. زبون نیشدار فقط سرتو به باد میده. عباس میرزا رفته ضیافت پایتخت نشینا. یختمل فرمان حمله در بغل داره. گفتم بگم به حضرات پای خاک و ناموس و کتاب اومده وسط. یا وجوهات بده یا بیا جنگ. ختم کلام. مزاحم نیستم. نقطه رو بردارید. مراهمین. میفرمودید من خدمت میرسیدم. اختیار دارین. میرزا، به من راستشو بگین. میخواد جنگ بشه؟ توکلتون به خدا باشه. حمله کردن به گنجه. متصرف شدن کفار روس، هم گنجه هم شیرواناتو. غیر از تصرف خاک، پای ناموس و کتابم اومده وسط. مجبوریم که بجنگیم. پس حدسم درست بود. دلاوران ما تاب مقاومت دارن. حساب ارتش یه امپراتوری منسجمه. اگر به اون کاری که میکنی اعتقاد داشته باشی، حتما پیروز میشی. البته اول شخص مملکت که شاه باشن، مهمه که پا در رکاب رعیت باشی. مردان سیاس باید حاضر به یراق باشن، وگرنه زحمت و کفایت به حاشیه میره. شما هنوز تنهایی؟ من همیشه تنها هستم. قصد تجدید فراش نداری؟ بعد اون بانو معظم دیگه دل و دماغ جاشو داد به مطالعه و عبادت و ذکر. چه هستن کوخنشینانی که از هزار هزار کاخ نشین بدترن. کوخ نشینی آداب داره. باید بلد باشی با مردم بخندی، با مردم گریه کنی. فقط اینی که تو کوخ خونه کنی و در کاخ سیاست کنی کفایت نمی کنه. این روزا نعوذ بالله ما با خدا هم می خواهیم سیاست کنی. مرحبا سید وزیر. مرحبا. قربون جدت. چه خوبه که علیوار سیاست کنه.
بفرمایی. به این آب خوردن داره. آب از دست سید گرفتن این آب کوثر گواراست. گوارای وجودت. فدای لب تشنت یا آبا عبدالله. یا علی. وای خدا دیونه شدم، بابام سوختش، چرا تموم نمیشه اینا، خسته شدم. نکامی کاراره مام، کم به سرم شما میجوری بهتون اونو میارین؟ همیشه یا سر سال بدبختم یا ته سال، دیگه جهیدن که دارم قاطی هم میکنم. پیر شدم؟ نه چرا سال لسن تو میپرسم؟ نمیدونم مام، حسن ولش بکن، مزگیرم بکنم، نمیخوام. آق بیگو، دختر میرزا شیرازیو، این بدبخت پیشون سیار که باید قلم بگیرم بچه دار نمیشه. آو خانم از ارمنه. خب این بدبختم بچه دار نمیشه. بنفشه بادام. اه یه پسر زایده این انتر. پریزاد خانم از قزوین. این پیشون سیام بچه نداره بدبخت. جان جان خانم از اصفهان. ها این هم یکی یه بچه لوسی زایده. نکن! یه دختر لوسی گیرش اومد. زیبا نظر خانم از ارامنه. چقدر ارمنی ریخته توی خراب شدو. سلطان خانم از اصفهان. هاییم همه یک دو قلو پسر زاییده. قیومت بگیره بچه هاش این اجنه میمونن. به بچه همه ایچی برده جز بچه آدمی زاد. بای گردنم وی خسته شدم. آی آخی بالاخره تموم شد. ایم آمار نکاهی دو ساله ای گذشته، ولی بدبختی های من تموم نمشه که. آم این روزا هر کی بس شا بچه میخواد میاد میرزه رو سر من. نمیدونم قراره من مریم خانوم ریاست محترمه کل حرم خانه های قاجار. سکن؟ چرا تنها؟ چرا اینجا؟ حساب ما با حساب باجی ها جداست. تنهایی تو ارگ شما خودش یه توفیقیه. شنیدم وزیر پیشین کلانتر بدعاتی پرزد و رفت. وزیر نامسند مبارک بابا خان. از وزیر کهنه و نو بگذر پرنده ارگ. خاقان محبت خواهانه، نه غیبت یار. من نگرانم بابا خان. از چی؟ همیشه وقت خطر عباس میرزا ولیعت راه کج میکنه از تبریز میاد تهران. شنیدم احضارش کردیم پایتخت. شما نگران نباش، کاری هم به این کارا نداشته باش، یه موضوع مملکتی در کاره. حسابی دلم حواس گوش کوبیده مونده با نارنج کرده بود گوهر جان. خوشم باشه خاتون، خبریه؟ ما دیگه آفتاب لب بومیم دختر جان. تا طاووس خانم اصفهانی اینطور جولون میده، بابا خان دیگه خاتون نمیشناسه.
نو که میاد به بازار کهنه میشه دلازار. ما همون به هوای مادر ولیعهد بودن جواب سلاممونو میدن، کارستونه، باغستونه، بلبلا برامون چهچهه یه لقمه بخور و نمیر سر میدن. خدا قسمت کنه نصیب کسی بشی که مثل بابا خانت 700 زنه نباشه، که ندونه 1010 تا بچهش از شکم کدوم نابسامونی پس افتاده. به حق 5 تن مثل خاتونت عاقبت نابخیر نشی. اگه آقا جانم خدا بیامرز میذاشت زن پیرقلی خان بشم، الان برای خودم خانومکی بودم. صبح به صبح چشام به دامنه کوههای آذربایجان باز میشه، وسط مردم خوب ایل، میونه معرفت و محبت، اکرام و تکریم. حالا چی؟ در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. خاتون مشتلق، پسر عباس میرزا به دستور شاه پدر پا در رکاب کرده و یک سر از تبریز عازم تهرانه. انقریبه که برسه. آفتاب خونه خاتون طلوع میکنه. یعقوب مارکاریان، اهل ایروان، چشم دوم شاه ایران، مهردار و خزانه دار بابا خان، ارجو قرب خاصه ای دارم نزد ایشان که زنانش ندارد. هر شام تاج گذاری می کنم بر نادری و شاه میشم و فرمان میدم، ولی فقط به جواهرات. صاحب این تاج افکار خطرناک داره در سر، مملکت برباده هار شده. بابا خان بهش میگن بابا خان، چون پدر بی پدر 1010 بچه بخت برگشته است. خاتون، جناب نایب السلطنه عباس میرزا تشریف فرما شدن، رفتن به امارت الماس نزد پدر تاجدارشون. گرجستان با حمله سیسیانوف ژنرال روسی تسلیم شد. به گنجه و ایروان تعرض شد. گرگین گرگ گرجستان از تابعیت ایران سر باز زده. غیر از گرگین خان، خاندان سلطنتی باگراتیت به ایران بیشتر تمایل دارند تا امپراتوری روسیه. عباس میرزا، شما را از تبریز خواستیم برای بازپسگیری گنجه و ایروان از چنگ کفار روسی. هرچند جوان ایرانی شجاعه و از دل و جون مایه میذاره، ولی ادوات و مهمات و تسلیحات فرسوده شدن. آه، در بساط نداریم بابا خان. با 4 تا تفنگ حسن موسا به جنگ کی بریم که سالم برگردیم؟ این دیو دو سر شیشه عمر نداره. جنگیدن مهمات میخواد، سرمایه میخواد، اجیر کردن تفنگچی مواجب لازم داره. سرباز گشنه است، سیرش کنید. مواجب میخواد، تأمینش کنید. تسلیحات میخواد، فراهم کنید. چطوری؟ مالیات، مالیات.
ملت آذربایجان ملت فقیری نیست. حساب جیبشو تو داری سردار. مقصود شاهنشاه تکدر خاطر نایب السلطنه نبود. نواب والا عباس میرزا به درایت و نظم شهرند. غرض آگاهی شما از امور منطقه آذربایجانه. باز بوده و سرش به ساز ناکوک غربت نشینی. تبریز که تشریف فرما نمیشین. پیدا سرای شاه پدر بیش از کلبه محقر فرزند یوم داره. بچه زق میزنه آدم بزرگ قر. از قضا خاطر خاتون در این چند سال اخیر از همنشینی با زنان حرمخانه مکدر بوده. پس چه بهتر که در معیت فرزند به تبریز مقیم بشین انشاءالله. در تبریز در سرای فرزند دلشادتری تا تهران میون باجی های وتوت و گر که از درد لاعلاجی به گرمه میگن خانم باجی. منتیه به سر من. مزین. مشرف. پس کار تمومه پسر. دعوت فرزند رد کردن روا نیست. میگم خواجه یعقوب اسباب سفر مهیا بکنن برای خاتون. بیرونم میکنید؟ هجرت عین ثوابه. ناسواب یک دندگیه. انشالله مبارک. اعلی حضرت قدر قدرتند. اختیار دارند. خودشون هم میبرند، هم چه خوب میدوزند. نقش دیوار رو هم به این راحتی نمیشه پاک کرد. ناسلامتی بانوی ایرانی ممادر نایب السلطنه. عجیبه ها، وقتی میگیم برید سفر که سر و دماغی تازه کنید برای همینه دیگه. باید همین حرفا رو هم بشنوید. شما یه چیزی بگو عباس میرزا. پیر شدم، از رنگ و رو افتادم، بهارم خزان شد، حرمتم از زن صیغه‌ای کولیم کمتره. از همون اول پامون لنگ بود و منزل بس دراز. خاتون قلبمو پاره میکنین. تشریف بیاری تبریز سروری کنیم. این نوکر دست به سینه در خدمت شماست. از ما که نمیشنوید، لااقل از فرزندتون بشنوید. ما خیر و صلاح شما رو میخواییم خاتونه. رسم قجر ناگفته های از ما بهترون بیرون کشید باید از این ورد رخت خشش. وطنم این شکوه پا بر